بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساووا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. وسع كرسيه، كرسي از نظر لغت به معنای اساس و اصل می باشد. هرگاه به هر چیزی که با هم درست ترتیب یافته باشد، با هم نزدیک بوده باشد، این کلمه سرزو اطلاق می شود. لذا برای تخت های کوچک کرسی می گوید و نقطه مقابل کرسی عرش است که به معنای چیز مسقف است، و یا خود سقف یا هم تخت، این کل سرش اطلاق می شود، ولی تختی که دارای پایه ها بوده باشد. و گاهی هم کنایه از علم است. در آیه مورد بحث کرسی چند معنا دارد. یکی منطقه قلمرو حکومت الله جل جلاله، وسع کرسیه، فرا گرفته است منطقه حکومت و قلمرو الله جل جلاله آسمان ها و زمین را. کل چیزی که شما میبینید تحت قلمرو الله قرار دارد، تحت سلطه و حکومت الله قرار دارد. و دوم معنای کرسی به معنای نفوذ علم، وسع کرسیه السماوات والارض، فرا گرفته است علم الله جل جلاله آنچه که در آسمان ها و زمین است، ولا یک ورق نمفته مگر اینکه الله به او علم دارد. و ما تسقط من ورقت الا يعلمها، یک برگ از درختش نمفته مگر اینکه الله به او علم دارد. سوم، وجود موجود بسیار وسیع و بسیار بزرگ که در ابتدا توضیح شد که حلقت فی فلات، مخلوقی که کل آسمان زمین را در خود فرا گرفته است. او چی است؟ کرسی. عرش که کرسی را با تمام مخلوقات در فرای خود جایش داده، او چی است؟ عرش. ولا یعوده حفظهما، وقتی که چنان بزرگ بوده باشد در ذهن یک انسان بیاره که ولا شاید به الله جل بسیار گران بوده باشد نگهدارستی از او. تا فکر یک تعداد تو میگر که عازن الله، الله را با مخلوق مقایسه میکند. از مخلوق که پرسان بکنی باز میگه بسیار خسته ما کردن. هر کسی که پاشه هست همه تو میگه بسیار ما را خسته کردن. چقدر سخت از این پاشه. شاید بالا همه تو نسبت بده که یک مخلوق بزرگ را چطور کنترل میکنه. الله میگه ولا یعوده حفظهما، و گران نمیشود نگهبانی این کل مخلوقات به الله جل جلاله. هیچ گران هم نیسترش. و هو العلی، او بلند مرتبه است، با مخلوق مقایسهش نکو. العظیم، الله بسیار بزرگ است، الله بسیار بزرگ است. این آیت ها در حقیقت برای ما شما نشان داد عظمت الله جل جلاله را و نتایج کلی که در ایجا برای ما شما این آیات می دهد. اولش لزوم ثبات در مقابل حوادث و رضا و تسلیم به قدر الله جل جلاله. دوم، لزوم بیعت با امام و خلیفه جهت اقامه دین، گسترش دین و حاکمیت دین به خاطر الله جل جلاله. سوم، شرایط نصب خلیفه و لزوم خلافت اسلامی برای مسلمانان. چهارم، لزوم تنظیم عساکر و امتحان آنها و بودن یک قوت قوی نظامی در مقابل تمام حوادث و منکرین دین.
و پنجم این سوره برای ما شما ای را داد که در راه خداوند متعال انفاق باید صورت بگیرد. دین بدون انفاق ناممکن است که اقامه شود، جهاد بدون انفاق ناممکن است که صورت بگیرد. مسلمان ها مکلفیت داره که بودجه اسلامی را باید تمویل بکند. و ششم عظمت آیه متبرکه آیت الکرسی که در حقیقت برای ما شما اشت اسم از اسماء الله را یا به اساس ظاهر و مزمر برای ما شما داد، اشت بار. ای آیه متبرکه عظیم قرآن کریم است که ناطق است بر ربوبیت الله جل جلاله، با الوهیت الله جل جلاله و ناطق است با اسما و صفات الله جل جلاله. بنا با این اشتمالش که ده جمله است و ده این ده جمله موضوعات بزرگ را در خود جای داده است که من حیث مسلمان با او باید ملتفت باشیم. لا اکراه فی الدین. وقتی که چنین شد که تو کل دین یاد گرفتی، اسماء الله را هم یاد گرفتی، توحید الله را در سی بودش یاد گرفتی، به ای که خالق، مالک، رازق، شفا دهنده، مرض دهنده کلش الله هست، ای توحید ربوبیت ای را یاد گرفتی که کل چیز را الله پیدا کرده، همه چیز در زیر قلمرو حکومت الله جل جلاله است، هیچ کس به الله تحمیل چیز را کرده نمیتونه، او مرید به اراده خود است، بنان تنها بیا او را عبادت بکو، عبادت از آن اوست. ای چی شد؟ توحید الوهیت. چگونه الله را یاد میکنی؟ با اسما و صفات که خود الله جل جلاله برای ما شما چی کرده؟ تعلیمش داده. از جان خود به الله نام نمان، از جان خود به الله صفت قائل نشو و از جان خودی تو نگو که چیزی را که الله به خود انتخاب نکرده تو سر الله جل جلاله او را تحمیل بکنی. وقتی که اینطور است حق واضح شد، لا اکراه فی الدین، پس در قبول دین جبر نیست. لا اکراه فی الدین، در قبول دین اکراه نیست. قد تبین الرشد من الغیب، مسلمن آشکار شده است راه درست، من الغی از راه منحرف. ابن جریر طبری رحمه الله از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که این آیه نازل شده در شأن یکی از انصاری که از جمله قبیله بنی سالم بود و به نام حسین مشهور بود. دو تا فرزند داشت، هر دو فرزندش مسیحی بودند. این پدر آمد به پیغمبر خدا علیه السلام گفت که بچه‌ای مسیحی شده، اگر اجازت بوده باشه اینو به زور مسلمان میکنه. بچه‌ای مسیح و میره مسیحی میشد. وقتی که او میخواست فشار بده فرزندایش را، الله جل جلاله آیات را نازل میکنه، لا اکراه فی الدین، در قبول دین جبر نیست. جبر نیست. چرا؟ در قبول عقیده را چطور میتونی به زور تطبیق بکنی؟ قد تبین الرشد من الغی، یقینا که آشکار شده است راه درست. رشد راه درست که او موصول به سوی مطلوب است. تو در او اشتباه نمیکنی. سرک به اصلاح قیر، دارای چراغ‌های خوب، واضح، کلان، برو سرش. مستقیم به هدفت میرسی. من الغی، از راه خامه، از راه منحرف، از راهی که در اونجا نمیتونی به هدف مقصودت برسی. اگر کسی خواسته باشه به الله برسد، پس از اسلام که خوب برنامه را پیدا کرده نمیتونه. اگر کسی خواسته باشه به مخلوق خوب خدمت بکنه، از اسلام که خوب برنامه را پیدا نمیکنه. اگر کسی خواسته خود را خوب بشناسد، باز هم از اسلام که خوب برنامه را پیدا نمیکنه. در کل راه ها ما روشن ساختیم چی را؟ راست را از چپ. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما برای انسان ها چی کردیم؟ راه ها را مشخص کردیم، یا سپاسگزار می باشد و یا ای که کفران نعمت می کند. فمن یکفر بالطاغوت، تشریح می کند رشد را. رشد را خود قرآن تشریح می کند. فمن، بناهن کسی که یکفر بالطاغوت، انکار بکند، منکر شود به کفر، به طاغوت، و یؤمن بالله، و ایمان بیارد به الله جل جلاله، فقد استمسک بالعروه الوثقى، مسلما دست زده است به دستگیری بی نهایت محکم
الوسقا محکم لانفصام لها، که گسستن برای آن نیست. والله سمیع و علیم، و الله نیک شنوا و داناست. چه قضیبا میگه نمونه رشد، فمن یکفر به طاغوت، هر کس که منکر طاغوت شود. اول کسی که رشد را یاد داشته باشد، انسان رشید باشد. و رشد از نظر لغت عبارت از راهیابی و رسیدن به واقع است. در برابرش غیب به معنای انحراف و پیدا کردن بدبختی و دوری از حقیقت و دور شدن از واقع. طاغوت در قرآن کریم 8 مرتبه ذکر شده. صیغه مبالغه از طغیان گرفته شده به معنای تعدی، تجاوز و از حد مرز فرا رفتن. به هر چیزی که وسیله تجاوز و از حد گذری شود، این کلمه سرش اطلاق می شود. روی اساس چیزی که انسان را منحرف می سازد از هدف اصلی که عبادت الله جل جلاله و قرب الله جل و شناخت الله است، و من حیث یک انسان خدمتگار زندگی بکنی تو را منحرف میکنه. او چی است؟ او طاغوت است. ولو که او وسیله شیطان باشد، ولو که او وسیله بت باشد، ولو که او قوت بزرگ شیطانی بوده باشد، قوت مالید بوده باشد، چوکید بوده باشد، حاکم جبار بوده باشد، هر چی که باشد، هر چیزی که تو را از حق منحرف کرد و دور است، او طاغوت است. او طاغوت است. بنان این کلمه گاهی تو میشد که یک شاید در نفس خود خوب است، در نفس خود خوب است، در نفس خود به الله بی‌نهایت نزدیک است، خب به اساس غلط انتخاب همون شاید چی میشه؟ طاغوت میشد. حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است، از جمله پیغمبران اولو العزم الله جل جلاله است، ولی مسیحی ها این را طاغوت جور کردن. طاغوت چی؟ وسیله انحراف. به عوضی که او را بگه بنده خداست، میگه بشه خداست. ببینی که سرچپه شد برش کار. یگان بار چیزی که در ذاتش بسیار خوب است، مردم او را چیز دیگر جور میکند، چیز دیگر بر جور میکند، اسمت برش قائل میشد، میرود که انسان است، میگه او اصلا اشتباه نمیکند. اوست که به ما رقم دین تشریح کرده، اما تو درست است. استغفرالله. اول در این آیت تقدیم میکند برای اصلاح چی را؟ فمن یکفر بالطاغوت. اول نگو که فمن یؤمن بالله، اول گو فمن یکفر بالطاغوت. اول باید تخلیه شود. اول تخلیه است. رذایل را باید کنار بگذاری. تمام رذایل در عقیده باید نباشد، در اعمال نباشد، در وسائل نباشد، تا کی گندگی در عقیده باشد. ناممکن است که انسان به خدا برسد. عقیده باید پاک شود. تا کی گندگی در وسائل نباشد، باشد به خدا انسان نمیرسد. وسائل باید پاک باشد. بعد از اینکه عقیده هم پاک شد، وسائل هم پاک شد، از او بعد باز مسئله دوم یکی او تحلی بالفضائل است. باز آراسته کردن یک انسان و آرایش دادن به چی است؟ به زیبایی های معنوی است. قرآن دیجون فمن یکفر بالطاغوت، هر که منکر شود بالطاغوت، به طاغوت که تخلی است، خدا خالی میکنه از رذایل. و یؤمن بالله، و ایمان بیارد به الله جل جلاله که تحلی بالفضائل است. فقد استمسک بالعروة الوثقی، مسلما دست زده است به دستگیری بسیار محکمه. الوثقی عروة در احادیث رسول تشریح کرده که لا اله الا الله محمد رسول الله، این می عروة است، این می دستگیره است. هر کس که کلمه را گفت در حقیقت به یک ریسپان دست زده است که او دیگه لنفصام لها، باز گسستن نیست بر آن، قطع نمی شود، بریده نمی شود. والله سمیع و علیم، الله نیک شنوا و دانا است. حالی اگر کسی باشه که ما خود تناستم، ما خود می خواهم که همون تو زندگی بکنم بینی شرعی که به الله به ما تعینش کرده، ولی از دست ما چی میاد؟ این کلمه را نزن. الله ولی الذین آمنوا، الله کارساز مؤمنان است. الله کارساز مؤمنان است. اگر مسلمان ها کم هم باشد، ضعیف هم است، الله چی است؟ ولیشان است. الله دوستشان است.
یخرجهم من الظلمات، بیرون میکنه ایشان را من الظلمات، از تاریکی، الا نور بصیر روشنی. الله اینها را از این حالتی که تو تصورش کردی بیرونش میکنه بچی، الا نور بصیر روشنی. والذین کفروا، و آنانی که کافرند، اولیاءهم الطاغوت، کارساز ایشان الطاغوت و وسائل انحرافی است. الطاغوت و بت و بتخانه و میخانه است. یخرجهم، بیرون میارد ایشان را، من النور از روشنی الى الظلمات. یخرجونهم، بیرون میآورد ایشان را، من النور از روشنی الى الظلمات، به سوی تاریکی. دوستایش که طاغوت است، این طاغوت آرام میشه؟ نه. یخرجونهم، این گروه را بیرون میکشد، من النور از روشنی الى الظلمات، به طرف تاریکی. با دیگه از خدا دورت میکنه، غیر خدا را در چشمت بزرگ بزرگ به جلوه میدهد. اولئک، ای جماعه که راه گمراهی را گرفتن، اصحاب النار، اهل آتشن، هم فیها خالدون، و ام میشه در آتش میباشن. خوبی است که آیت الکرسی تا هم الخالدون بخانیم، تا که وسیله تربیتی به ما شود و ما در آیات از این دقیق فکر بکنیم، این نکتر خواهد بود. بعد به خاطر از اینکه ما به اهداف خود برسیم، قرآن کریم یک نمونه از مثالها را بر ما و شما می دهد و سه قضیه را بر ما پیش می کند، سه داستان را. دو داستان از حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و یک داستان از حضرت عزیر علیه السلام. ارسی را بر ما می ده که در این خوب بیاندیش، مسئولیتت را باز می شناسی. در این بیاندیش آنانه که با الله هستن چی گونه مردم را به طرف روشنی میبرد، آنانی که با الله هستن الله اینها را چی گونه از تاریکی به طرف روشنی میبرد، با الله حمایتش میکند. الم تر، آیا ندیدی؟ آن کسی را که الالذی، با آن کسی که حاج ابراهیم فی ربه، محاجه کرد با ابراهیم علیه السلام، گفتگوی خصمانه کرد با ابراهیم علیه السلام، فی ربه، در برای پروردگارش. این قضیه است که نمرود علیه اللعنه در مقابل حضرت ابراهیم علیه السلام استاده می شود. از یک طرف خود را اعلام میکنه که من خدا هستم، مردم را به طرف پای خودش دعوت میکند، مردم میگه به من سجده بکنه، اختیارات کل چیز پیش ما است، ما که پاچای شما هستم در حقیقت پروردگار شما هستم، و این تعبیرات به اشکال مختلف داده، به اشکال مختلف. گاه گاه الوهیت را هم اعلام کرده و گاه گاه ربوبیت را اعلان میکند، یعنی متفاوت. ارگاه که مردم را کاملا کودن کرد، میگه الهتانم ما هستم، یعنی معبودتانم ما هستم، همه کل چیزی که عبادت میکنی به ما بکنه. یگان بار خود را در ربوبیت شریک با الله میداند، که کمک مردم بفهم، باز میگه نه، من خود رب شما هستم، معبود شما نیستم، به این تعبیر کتش میکنم. الله جل جلاله این طاغوت به ما شما معرفی میکند که قبلا گفت که هر کسی که این منکر به طاغوت شود، منکر به طاغوت کی شده؟ حضرت ابراهیم خلیل. طاغوت کی است؟ نمرود است، وسیله انحراف. اینی طاغوت با یک انسان موحد گفتگو میکند. الم ترى، آیا ندیدی؟ ندیدی ای کسی که تو قرآن تلاوت میکنی؟ مراد از رؤیت تحقیق علمی است و فکر کردن و اندیشیدن است. الالذی، بسوی کسی که حاج ابراهیم فی ربه، محاجه کرد، گفتگوی خصمانه کرد با ابراهیم علیه السلام، فی ربه، در باره پروردگارش. ان آتاه الله الملک، زیرا الله جل جلاله داده بود به او الملک، بادشاهی را. الله برش بادشاهی داده بود، الله برش قدرت داده بود. برش چی میسازد؟ برش میسازید که به الله گردن میگذاشت، توبه میکرد و میگو یا الله تو را عبادت میکنم. از قال ابراهیم، چون گفت حضرت ابراهیم علیه السلام، ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار مزات است که زنده میکند و میمیراند. دو تعبیر در اینجا وجود دارد. یک تعبیری است که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام رفت برای مردم گفت که الله را عبادت بکنین، شما چی را عبادت میکنین؟
گفت این بوتا را عبادت میکنیم. کوالا از این که در خوبتر است که امی ستاره را عبادت بکنیم. امی خدا نمیشود. از این که در خوب خوب است. روشنی خوب میتن. کل مردم به طرف آسمان فکر کرد. صبح که شد گفت ولو خدا نیست و مردم. اگه همون خدا این خوالی باید میبود. رشد میداد فکر مردم را. دیگر روز برای گفت که مهتاب خوب است. بیاین امور را امور خدا بگوین. مردم که باز به اون متوجه شدن که کمک فکر صبح مردم مردم خدا شده نمیتونه. زیرا خالی نیست خیلی دیگه. و خدا باید مشکل ما تو را حل بکنه. که نیست دیگه خدا شده نمیتونه. بابا مردم که میافتاب خیلی دیگه خوب است که بگیرین. افتاب که غروب کرد بابا برد گفت که مردم این که خدا شده نمیتونه. بعد تعلیم برش آستا سا رشدش داست. بس الله را برشان معرفی کرد. کاکایش آذر دید که چی رقم حساب است. این دکانداری ما خود سقوط میکند. بوتا را ما تراش میکنم. خدایا را خود ما سر مردم مفروشم. و ای ابراهیم خیس علیه کل خدایا مبارزه شروع کرد. و تبیز که در این کار اقتصادی و در این انحراف و در این چیزا خود حکومت کرد شریک است. باست نمرود علیه لعنه خبر میشه تو یک بار انبیاء در زدید یک بار پیش نداری چی حالا شروع کرده. وقتی که او را فرا میخواند برش میگهد کی پروردگار خیمه چی شده؟ اما تو برش میگه تو که میگه پروردگارم کس پروردگارت مستون میگه نه تو نیستی و ذاتیست که تو را پیدا کرده من را پیدا کرده چی؟ از اینجا دیگه شروع میشد قرآن اونه حصه را میگیرد از قال ابراهیم چون گفت حضرت ابراهیم علیه السلام سوالی که نمرود از پیش کرد که من ربک این پروردگار تو کی است؟ ولی فورا از ترس باید بگه که توستی سه؟ گفت نه ربی الذی یحیی و یمیت پروردگار ما و ذات است که زنده میکند و میمیراند. ولی اغفال میکنه مردم را نمرود علیه لعنه مانه که قبلا در تو فرعون اغفال میکرد این هم اغفال میکنه. قال گفت نمرود انا اوحی و امید من زنده می نمایم و من می میرانم این کار خواه از ماست بنان انا رب بکم من دیگه پروردگار شماستم. حضرت ابراهیم علیه السلام که دید که مردم که کلگی در می اطرافش که بود دیگه سر شوران چقدر بیقل مردم هستن و این کار کرد. یک نفر گفت که قاضی صاحب گفت کی امروز دام میشه؟ میگه احمد. کی نجات پیدا کرد؟ به اسلام محمود. بیارین محمود طرف در سرش بورید. گفت اینه قاعده قانون هم اگه گفت که اینی میمورد و ای باید زنده شد. ما او کسی که باید زنده میبود او را کشتم کسی که باید میمورد او را ایلا کردم. دیگه ما پروردگار شماستم. ای را که گفت این مردم کودن دیگه هم خیال کردن که والا اما تو دیگه است پاچا که هرچی بخواهد اموست. و یک استاد ما بود الله جل جلاله ببخشش خداوند متعال قبرش پر نور بگردانه مولوی عبدالرحیم خنجانی خدا ببخشش او قصه کرد که میگم من خدا کاندید کرده بودم در وقتهای ظاهرشاه در بغلان گفتی سید کیان به ما آمد گفت که او مولوی برتا خاص پیش من نمیتونی که هر قدر کوشش بکنی خمیرم دوست ندارم که یعنی عکسی تو در میجن این پهلوی عکس ما باشه اینم یک دونه موتر را بگی پنج لک رفا را بگی اینا بود تیمی کارا گفت ایره برم گفت که من گفتم که آلی خوبی خیلیش نمیتونم میفهم که نمیبرم ولی این کارا نمیکنم. در موجه گفت بودم که یک نفر دیگه دویده آمد دیگه پیشش یک چند رو پده دستش بود ایره دیگه بسیار احترام دستایش گرفت بوسه کرد با برد گفت که اینه قیق غرلیگه که دارم سید یک چند سال عمره مرا خود زیاد بکن. گفت فیصل از پیش گرفت برگر که برو 11 سال بر تا عمر دادم. اقه خوش شد یه مردکم مثل که یقین 11 سال عمر برش داد رفت دیگه اما تو خوش دیگه این به این فکر رفت. این کلش اغفال مردم است. مردم را اغفال بکنی عقلش هست بپوشانی سرش خدا در جای خدایی برش بده. گفت که انا اوحی و امید من زنده میکنم من میمیرانم این کار اقومه میکنم تو دیدی عملا چی کاری کرد. وقتی کودنی مردم را حضرت ابراهیم دید قال گفت ابراهیم علیه السلام فَإِنَّ اللَّهِ بِشَكْ مَعْبُودِ مَا فَإِنَّ اللَّهِ آن مَعْبُودِ بِالْحَقْ مستجمی تمام صفات کمال یأتی بالشمس من المشرق می آورد آفتاب را من المشرق از مشرق فَأْتِ بِهَا تو که میگه من خدا هستم پروردگار هستم پس بیار آن را تو من المغرب از مغرب سرچپش بکن.
فبهت الذي كفر، مبهوت من، ایران من، انسانی که با الله کفر کرده بود، ایران من. اگر گفت کی کار همه میکنم؟ همی کسایی که در گرداگرد بود میگه از تو کرده پیش خود، من میفته و از اینجا طلوع میکردم، اونجا غروب میکرد. از طرف دیگرش جرأت، شجاعت و مدرخششی که در روی حضرت ابراهیم علیه السلام دیده بود، این نمرود فهمید اگر برش بگم کی کار تو بکن؟ هیچ دی شک نداشت که حضرت ابراهیم که امتون میگه پروردگار امتون میکنه، الله امتو برش میکرد. بنام امتو چپ شد که دیگه ایران منکالی چی برش بگید؟ فبوهیت الذی کفر، الله مبهوت ساخت، گنگ ساخت، امتو حیران ماند تو انسانی که کفر ورزیده بود. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمی کند گروه ستمگار را. ما در یک جای شسته بودیم، همون تو کسی بسیار بسیار دموکراسی دموکراسی گفته را، وقتی که ما برش گفتم خوب است، همون چیزی که دموکراسی داره ما ندارم و دین ما نداره، لطفا همون را بر ما بگو. چیزی که دموکراسی داره ما نداره، خوبی که در دموکراسی است و در اسلام نیست، لطفا همون را برم بگو. چپ شد همون تو دیگه، ایده گفته نمیتونه، هیچ جای پیدا نتانست کرده. فبوهیت الذی، اما تو گنگ شد که خوب پخته. بعد برش گفتم که حال دیگه شده ای کن، ما برد میگم که چقدر خرافات و ریشخندی در این دموکراسی است که در اسلام عزیز ما نیست. در اوجا نکاح کردن با سگ است یا نیست دموکراسی؟ است. نگاه کردن مرد با مرد، زن با زن است یا نیست؟ ای است، در اسلام می است. ای دیگه خرافات و ظلم و همه چیز ای را خو بگذار، ای فحشا و رسواندی را خو بگذار. چرا دیگه نمیگه که اسلام حکومت بکنه؟ اگر تو کافر نیستی، منافق نیستی، بگو اسلام حکومت بکنه. کل خوبی های دموکراسی در اینجا وجود داره، چرا دانت مشکنه که اسلام بگوی؟ از این معلوم میشه که اسلام دشمنی داری، خوشت نمیاد. اگر خوشت بیاد خمیر همیشه را زبان گفته میری، همیشه ایره سرش دوست داشته میباشی. دوم مثال قرآن کریم میگه که الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، آنانی که ایمان آوردن خداوند متعال اینها را از تاریکی میکشد به طرف چی؟ به طرف نور. یک نمونه را میدهد، او کالذی، یا همانند کسی که مر علی قریه، گذشت بر یک قریه که وهی خاویه علی عروشها، در حالی که دیوارها بر سقفهایش فرو ریخته بود، علا عروشی های تو بیران شده بود که اول سقف دما بین افتیده بود با دیوارهایش سر سقف افتیده باشد، یعنی کاملا در هم بر هم. بخت نصر آمده بود اما تو شهر بیت المقدس خراب کرده بود، اما چیز خراب بود. وقتی که حضرت عزیر علیه السلام سرش تیر شد با مرکبش، یک جای دیگر سفر داشت، میبینه به این شهر متوجه شده، عجیب است. این خرابی. قال گفت انا یحیی هذه الله، چی گونه الله زنده میکند ای استخوان های از هم پاشیده را. انا یحیی هذه الله، اینا دو حالت بگیریم، یکی از نظر استعظام، استعظام هم گفت که یا الله چقدر با قدرت هستی، این استخوانایی که در هر طرف افتیده است، این خانه های تکه تکه، پروردگار چطور را زنده میکنی؟ باشه میگه تو هستی الله، تو هستی عظیم، تو هستی که همون کار را میکنی. دیگه مثل که ما شما سر یک جای بسیار بزرگ تیر شویم، مثلا یک کوه را ببینی، باید میگه یا الله چطور را آفریدی؟ یک چیز نعمت ها را ببینی، یک بار بارش که زیاد شد و زیاد شد، یا الله چطور میریزین، چی رقم عوض، باید میگه الله تو قادر است. این از نظر استعظام میگیریم. یا النار به معنی کیفه بگیریم، کیف یحیی هذه الله، الله چگونه ای را زنده می سازد، چگونه الله ای را زنده می سازد. بعد موتی ها، بعد از مرگ آن، تیت شده استخوان ها، معلوم نیست کی است، کی است، او است، کی است. فاماته الله، پس الله بمیران او را، مئت عام، 100 سال، ثم بعثه، سپس از 100 سال زندهش کرد. با مجردی که زنده کرد، قال گفت الله جل جلاله کم لبست، چقدر درنگ کردی؟ قال گفت لبست یوما او بعض یوم، درنگ کردیم یک روز یا قسمتی از یک روز، یک روز پورم نیه، قسمتی از یک روز.
یک روز یا قسمتی از یک روز را خواب بردیم. قال گفت الله تو نیست که تو یک روز یا نیم روز زندگی کرده باشی، بل لبست مئت عامن، درنگ کردی در امی جایت مئت عامن 100 سال. فنظر ببین الى طعامک، به طرف طعامت، به غذایت یک بار ببین، و شرابک، به نوشیدنیت یک بار ببین. لم یتسنه، که به طول زمان خراب نشده است. علی قدرت خدا برش نشان میده که وقتی که این نظام کل تعلق با آیت الکرسی دارد. الله ذاتی است که حی و قیوم، مسلط بر اوضاع. اون ذات عظیم است که چونین میکند. تو را میران 100 سال سر تیر شد نفهمیدی و خودت میگی یک روز یا نیم روز. الله اما تیره، یعنی به این تعبیر که وقتی که از این قریه تو میگذشت، بس یک جایی را خداوند متعال برش تعیین کرد که اموجا رفت دیگه، اموجا رفت و در طول 100 سال کسی به طرف سراغش نرفت. در این 100 سال میگه ببین الى طعامک، به طعامت. علما میگه امرای طعامش کتزی انجیر بود. انجیر از اون میوه های است که زودتر نسبت به همه میوه ها زود خراب می شود. بسیار نازک، بسیار زود به اصلاح شفرده می شود و خراب می شود. و شرابک، به طرف آبت ببین که امرایش بود، نوشیدنیش از آب انگور بود. لم یتسنه، که با گذشت زمان تغییر نخورد. لم یتسنه از ماده سنه به معنای سال است، کنایه از متغیر شدن و خراب شدن امی موادش که در اختیار قرار داشت. وانظر، ببین الى حمارک، به مرکبت، به مرکبت ببین. وانظر الى حمارک، آله ببین به سوی مرکبت. لیستدل به، تا به اساس از او استدلال بکنی، تا به اساس از او دلیل بگیری. خودت همین که پیشتر گفته بودی که انا یحیی هذه الله، چگونه الله ای را زنده می کند؟ بخاطر از این که تو از این عبرت بگیری، انظر الى حمارک، به طرف حمارت ببین تا استدلال گرفته شد با او. ولی نجعلک آیه، و تا هم بگردانم تو را نشانه در مورد معاد. ولی نجعلک آیه للناس، تا بگردان تو را به حیث نشانه برای زنده شدن بعد از مرگ. ببین به طرف حماره، میبینه که سعی میکنه که استخوان خر وجود داره، دیگه هیچ چیزی هم وجود نداره، بالانش یک جای افتیده است و استخوانا تیت تیت است. وقتی که آماده ساخت، تو هم ببین که الله چگونه زنده میکنه، بعد مجموعه حیات تو وسیله شود برای زنده شدن بعد از مرگ. وانظر الى العظام، اکنون نگاه بکن به طرف چی؟ استخوان ها. کیف ننشزها، چگونه آنها را با هم برداشته و پیوند میدهیم. ثم نکسوها لحما، سپس با آنها میپوشانیم گوشت را. بعض از مفسرین هم گفته که وانظر الى العظام، میگه به خودت ببین. الله تنها سر از زیر اول پیدا کرد، پایین بدنش همونطور تیت به تیت بود، و برش ببین که یک بار انظر الى العظام، ولی به استخوان خودت ببین که چطور با هم یک جا میشود. کیف ننشزها، چگونه آنها را پیوند میدین. میبینید که استخوانا با هم پیوند میخوره خودش. ثم نکسوها لحما، باز گوشت و پی امرایش میچسبانیم، سپس با آنها میپوشم گوشت را. وقتی که را میبینه که ولی دقیق نظر اما مرکبش است، با او خوب سعی دید. وقتی که گوشت ها با هم یک جا میشود، استخوانا با هم یک جا شد، یک وقت میبینید که این مرکب به هنگ هنگ شروع کرد. فلما تبین له، انگامی که برش واضح شد این کل حقایق، قال گفت اعلم، میدانم، ان الله على كل شيء قدير، که الله به هر چیز قادر است. اینا میدانم، این سوال را که ما کردم یا الله استعظاما کرده بودم، نه به خاطر از اینکه من نمیدانم. اصل معنا چی است؟ الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الله ات دوست است که انگامی که یک تشویش بر تو پیدا شد، الله انت جواب برت میدهد، باز تو را به اساس عقیده پاکت، باز انحراف تو را نمیماند، بر راه راست توجیهت میکند. الله ولی است. ولی شما ببینین این آیات
در حقیقت رد شد و او حدیث ضعیفه و معجوله ای که اقتدار جور کردن. چی میگن؟ او خارجان امی مرده که است ای را هم میفهمد که گنجش نرست یا ماده. عجیب گپ است. از این گپ اگر یک قدر بفهمد خواتندار این مردکه 100 سال تیر کرده بود. بسته شهر جور شد. در اوجا کلانکاری بود، در اوجا دستک میره، اوجا مزدورکارا بودن، کل سیستم عوض شد. ایش خبر نشد از پیش پرسان چه وقت دیر کردیم؟ میگه یک روز یا نیم روز. اگر میدانست خب باید همه تو میگفت که کل چیز سر سوال از پیش میکرد و کل خبر داشت که این نظام دیگه شده، مردم تغییر خوده، سرمه چی آمده. استغفر الله تو کار چرا میکنیم که عجیب بالا یک دو با دادن سنگ من تق 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 میزنیشن آمدان سیش فقط میکنم دروازه در اوجا هستم یک کارای جور میکنه. استغفر الله العظیم تو کار چرا میکنیم؟ از جان خود دین جور میکنه، از جان خود. اینجا میبینیم که قرآن تصریح بر ما میکنه. هیچ خبر نشد که 100 سال تیر شده، نیم روز تیر شده و تو برش کل اگه بگه میگه قوارش برش معلوم گنجش کار مشناسد که مادهش چی هست نرش چی هست. لا حول ولا قوت الا بالله. قال گفت اعلمو میدانم که ان الله على كل شيء قدير، الله به هر چیز تواناست. یک قضیه بود. دوم نکته که الله چگونه اولیای خود را به طرف خوبی رهنمایی میکند. از کوچکترین نقد که در جانشان پیدا شود الله برش حل میکند. و اذ قال ابراهیمو با یاد بیار که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام رب پروردگار من ارینی کیف تحیی الموتا، یا الله یک بار خود نشان برم بده که این مردگان را چگونه زنده میکنی، ارینی نشانم بده کیف تحیی الموتا چگونه زنده میکنی مردگان را. قال گفت الله اولم تؤمن، مگری که به این مطلب ایمان نداری، مگری که باورمند نیستی. قال گفت حضرت ابراهیم بلا بشک ایمان دارم، باورمند بیستم که الله تو زنده میکنی، ولیکن لیطمئن قلبی، ولیکن میخوام که قلبم آرام بگیرد، تفش قلبم آرام بگیرد. علم مراتب دارد. بزرگترین علم علم مشاهده است که یک چیز را خودت ببینی، مشاهده بکنی، لمسش بکنی. این دیگه اقصاترین حالت است. این را علم داره که همه تو میشود. هر کس علم داشته باشه مثل اطفال واره. شما فکر بکنی یک بار که ببینه که علمی نتیجه میده، خب بازم میگه که اگر یک بار روشنش بکنم علمی نتیجه ما تو میده یا نمیده. علم دارد و میخواه که ای را به کجا ببرد؟ به رشد بالایی نقطهش برسانه است که علم به مشاهده است. ولیکن لیطمئن قلبی، یا الله خب میخواهم که قلبم آرام بگیرد. قال گفت الله جل جلاله برای حضرت ابراهیم علیه السلام تا بر ما چی بکند؟ برای ما شما هم دلیل شود و تعلیم شود. فخود بگیر 4 من الطیر، بگی 4 نوع از مرغان را، 4 نوع از مرغان را بگی. امام مجاهد میگه که 4 نوعش حضرت ابراهیم طاووس گرفت، مرغ گرفت، کبوتر گرفت و زاغ گرفت. این 4 دانه گرفت. فصرهن الیک، پس قطعه قطعه کن آن را نزد خودت. این 4 دانه مرغ قطعه قطعیش کو، تکت تکیش کو، سرای شکت خود نگاه با دیگه خوب اما تو کفته جارش بکن. ثم جعل، سپس قرار بده. علا کل جبل، بر هر از این تپه ها، علا کل جبل بر هر یکی از این تپه ها 4 گانه. من هن جزء قسمت از امی گوشت های مخلوط را، قسمت از گوشت های مخلوط را در 4 جای جدا جدا بگذار. ثم دعو هن، باز بخوان آنها را به طرف امی سرایی که کت خودت است، 4 دانه قطارش بگذار. یعتینه کسایا، به سرعت می آید به سوی تو، به سرعت امو گوشت را از هم تجزیه می شود در مسیر را و هر گوشت و هر استخوان با خودش یک باید پیوست می خورد. و علم، خوب بدان ان الله عزیز، الله غالب است، حکیم با حکمت است، الله غالب با حکمت است. تو یک بار پرسان بگو که نبودی پیدایت کرد، که پیدایت کرد پس جور کردید نمیتونه؟ نبودی، آثارت نبود، پیدایت کرد. بعد از اینکه حالی که گم میشی باز میگی چرا خم خدا پیدا میکند؟ الله این تو پیدا میکنه، ببین این تو الله میکند. امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب تفسیر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع نقل میکند که
رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد است که نحن احق بشک من ابراهیم اذ قال ربی ارنی کیف تحیی الموتا. ما احق تر هستیم اینکه شک بیاریم از نسبت به ابراهیم علیه السلام، چون او گفت که ربی ارنی کیف تحیی الموتا. این حدیث را اعتداد نمیتونن امون موضوع لب لبا بشه بگوید. عزان الله قریب است که بگه میگه حضرت ابراهیم علیه السلام چی کرده بود؟ شک کرده بود. نه ایتو نیست. امام قرطبی و ابن عطیه از امام خطابی رحمت الله علیه نقل میکند که این اصل به اساس تواضع است. به اساس تواضع پیامبر خدا گفت که نحن احق به شک من ابراهیم، و مراد تعلیق می باشد. مراد چی است؟ تعلیق. یعنی که لو کان هذا القول من ابراهیم على سبیل شک فنحن احق به. اگر امی گپی که حضرت ابراهیم گفته که ارینی کیف تحیی الموتا به اساس شک بگفته باشد، پس ما از او که مستحق‌تر هستیم که شک بکنیم. معناش می داد. پس هرگاه حضرت ابراهیم این کلمه را به اساس شک نگفته، پس ما خب به طریق اولا کلمه شک را در باب عظمت الله و قدرت الله نخواهیم. معنایش ای است. معنای از این نیست که حضرت ابراهیم شک کرده باشه ما هم شک میکنیم. استغفر الله. وقتی که سه داستان را گرفتیم، در سه داستان ما این نکته را فهمیدیم که مجموعا این آیات متبرکه برای ما شما چند چیزی را داد. اول اصل ایست شد که خداوند متعال برای ما شما ربوبیتش را در این مثال ها توضیح داد. الله رب ماست، الله متکفل ماست، الله ولی ماست، و نمونه از دوستیش با اساس دور شدن یک انسان از تاریکی به طرف روشنی در ایجا داد. دوم اصل ایست که انسان باید اول تخلی بکنه از رذائل. باز چی بکنه؟ تحلی بکنه بالفضائل. نمیشد که تو سبحان الله سبحان الله سبحان الله گفته میگی فضائل است و ای کل بدنت از رذائل پر باشد. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که یک نفر است تمام روز به الله دعا میکند، الحاح میکند، و الله دعایش قبول نمیکند. چرا؟ میگه مشربش حرام است، ملبسش حرام است، فانا یستجاب له. چگونه برش اجابت داده شود؟ اول تخلی بکو، حق خدا رابطه از نظر عقیده درست عقیده داشته باش، حق مردم را برش بسپار، حرام نخو. بعد از اینکه کار خلاص توبه که کشیدی، باز بگو سبحان الله که چقدر تغییر در وجودت میاد، باز الله اکبر بگو چقدر تغییر در وجودت میاد. این کلش اساس است. بنان این داستان ها بر ما این آیات ها امیر داد. نکته دوم نصرت الله جل جلاله اولیایش را. الله نصرت میکنه. مشکل بر پیداش پروردگار عظیم برای تن رفش میکنه و عظمت و قدرت الله جل جلاله برای ما شما به نمایش گذاشت. و ای که الله جل جلاله خلت و دوستی خود را با حضرت ابراهیم علیه السلام دارد. و آخرین موضوعی که زنده شدن بعد از مرگ حق است که در کل موضوعات برای ما شما تسجیل کرد. آنی در مجموع قرآن کریم در این حصه از سوره مبارکه بقره ما شما را فرا می خواند بعد از صحت عقیده ما به انفاق فی سبیل الله. الله را به عظمت و وحدانیت شناختی، پیغمبر را به رسالت شناختی، قرآن را به حیث کتاب الله و قانون الله شناختی. وقتی که را شناختی، زنده شدن بعد از مرگ را قبول کردی، این کل ارزش ها در تو جای گرفت. حالی که جای گرفت تو مکلفیت داری که این پیام را به دیگرها برسن. این پیام مفت نمیرسد تا که تو وقت تا انفاق نکنی، جان تا انفاق نکنی، مال تا انفاق نکنی، هر آنچه که مازاد داری در رای خداوند مطالبه دی. غرد يا شبر الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبر الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان
غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب